رادیو همراه، بفرمایید. الو، سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. من مزاحمتون شدم. اولا تشکر میکنم بابت لطفی که دارین برای همه ما. من مزاحمتون شدم راجع به فینت یا قش کردن در اثر دیدن موقع خون گرفتن باهاتون صحبت کنم. راستش من خودم این مشکل رو داشتم. حافظه خیلی زیادی ندارم ولی فکر میکنم همون حدودا بعد از سن بلوغم شروع شد و توی خانواده من همینطور برادرم و پدرم این مسئله رو داشتن. راستش من سامها به خاطر شرایط تونستم بر این قضیه غلبه کنم و خب اون اوایلش که بچه تر بودم یا تینیجر بودم این اتفاق می افتاد، ولی بعدش تونستم غلبه کنم و خب اومدم امریکا و ازدواج کردم و اصلا این قضیه راستش برای من فراموش شده بود. نه آخه تونستید غلبه کنید یا نه صبر کنید، آخه این لغت خیلی بیان کننده واقعیت نیست. تونستید غلبه کنید یعنی چی؟ چون خب من موقع خون گرفتن دیگه این مشکل رو ندارم. خب بنابراین خب شما نتونستید، نشد. نه ببینید، یه زمانی هست که شما خون که ازتون میگرفتن مثلا از حال میرفتید، یه شرایطی نزدیک قش پیدا میکردید، بعد از این مدتی نشد. دلیلش دو تا چیزه. اولا بذار بگم، چون زمینه ارثی نداره که مثلا برادرم بود خواهرم بود، اینا یه تصویر و تصور ذهنی است که برخی از اوقات آدم‌ها در یه زمانی از ورود یه چیزی به بدنشون یا بودن یه چیزی در بدنشون. ببینید، یه دو آدم هستن که اگر یه مو یا یه جوش تو صورتشون باشه نمیتونن ولش کنن. علتش هم یه نوع گیر و گرفتاری سر این موضوع که خب این از بین ببرم یا نباشه، و یا در خصوص آنچه که شما میفرمایید تصور این که یه سوزن داره میره تو دستم بسیار برای یه دقیق باور قبول نیست، برای که قرار نیست چیزی به بدن من و شما اونم از طریق شکافتن پوست و یا کمی خون ریزی اتفاق بیفته. از نظر روانی اسم این سینگل فوبیا یا سپسیفیک فوبیا است، یعنی یک حراس، یه دونه حراس یا یه حراس شناخته شده است. این آدم ها نسبت به فرض کنید سگ یا گربه یا هواپیما هم داره. طریقه یه گرفتنش هم که 3-4 جلسه بیشتر طول نمی کشه، حتی برای اینکه شاید هم کمتر، برای 3 جلسه راحت داره، از طریق اون چیزی که بشکیم در حقیقت سیستماتیک دیسنسیتیزیشن، یعنی یه نوع حساسیت زدایی. تکنیکش هم از یک نوع حالت ریلکسیشن یا هیپنوتیز شروع میشه که عملش هم میدونیم، و من خودم در زمانی که کار تراپی میکردم حتما میتونم بگم هزاران نفر که از چیزهای مختلف به ویژه از سگ در امریکا و یا پرواز میترسیدن باشون کار کردم و حتما از 100 تا 99 تاشون خوب شدن. چون یه اتفاقی که میفته اینه که ما در مغز اون آدم ها به خاطر اون حادثه‌ای که قرار نیست به همچین واکنشی داشته باشه آرامش رو میذاریم، تموم میشه میره. خیلی کار ساده است، خیلی ساده. من میتونم یه توضیح خدمتتون بدم؟ نه نه نه، شما نمیتونین توضیح بدید چون من قراره برای بقیه هم حرف بزنم. بنابراین اون یه چیزی است که میشه از اون طریق رفت و مشکل رو یک بار برای همیشه حلش کرد. شما اصلا ممکنه آدم متخصصی هم باشید، حتی حالا به من اجازه میدن بگم یه دکتر روانشناس یا دکتر روانپزشک هم این مشکل رو داشت. علتش هست که این مسئله علمی و اعتقادی و اینا نیست، یه تصویر و تصور خاصه که برخی از آدم ها دارن. حالا بعضی از اوقات هم آدم ها نسبت به نوعی از این تزریق دارن، که چون خود من درگیر یه نوع تزریقی بودم که واکنش آدم ها رو که میدم برام خیلی جالب بود، در حالی که برای من اصلا هیچ فرقی نمیکرد. پس اولا مسئله یه نوع فوبیای مشخص هست. راهش هم حد اکثر دیگه 4 جلسه تراپی است، اونم نه تراپی برای حرف، نوعی استفاده از هیپنوتیزم برای حلش. حالا هر جور دلتون میخواد بفرمایید. من چیزی که بود فقط مسئله خون گرفتن و تزریق نبود. بعضی موقع فقط موقعی که مثلا حالا به دلیلی حالا میشه گفت استمک فلو یا یه همچین چیزی، این حالت تهوع که انقدر زیاد میشد، مثلا
و افت فشار پیدا میکردن این قضیه هم پیش میامد. البته این قضایا توی چیزی که من خاطرم هست چون ایشون ایران هستن توی برادر من خیلی بیشتر بود و حتی اگر یکی راجع به داستان بیمارستان یا جراحی صحبت میکرد میتونست این اتفاق واسش بیفته. مسئله ای که من الان دارم، من خب مدت هاست مهاجرت کردم اینجا و این قضیه برای من اتفاق دیگه نیفتاده و من اصلا خیلی این رفته بود پس ذهنم، تا اینی که من یه دختر 13 ساله دارم که این هیچ مشکلی تا چند وقت پیش اصلا میگم نه من یادم بود یه همچین داستانی و هیچ مشکلی نداشت، خیلی اکتیوه، خیلی سالمه، خیلی هپیه و ما رفتیم برای آزمایش، اولین بار برای آزمایش خون رفتیم بعد از سن بلوغش، البته یعنی بارها آزمایش خون قبلا گرفته بود و هیچ مشکلی نداشت، ولی اولین بار که بعد از سن بلوغش چند ماه پیش که رفتیم توی موقع خون گرفتن این اتفاق افتاد که اصلا یهو همه این داستانا تو ذهن من اومد. این دختر من نه هیچ وقت این قضیه رو دیده بود در من یا در کس دیگه ای و هیچ وقت قبلا هم موقع خون گرفتن قبل از سن بلوغش این اتفاق واسش نیفتاده بود قبلا. مسئله که هست دو بار دیگه باز این قضیه پیش اومد و دقیقا موقعی بودش که این همون حالت استامک کلو و بالا آوردن خیلی زیاد بود که پیش اومد، یعنی در کل از توی چند ماه گذشته، شاید 9 ماه گذشته، 3 دفعه این قضیه پیش اومده که یه دفعه اولین بارش همون آزمایش خون بود و 2 دفعه بعدش در اثر تهوع بسیار، یعنی اینقدر این بالا آورد در سر فلو، استامک فلو، و یهو فشارش افت کرد و همین قضیه افتاد. البته وقتی که این قش کرد که این همون قضیه است که بر خود منم پیش می آمد، به اندازه مثلا یه 10 ثانیه این کاملا قش کرد و من تو یه دستمال خیس یا دستم رو خیس کردم به صورتش این برگشت. و مسئله که بود، من میگم درست همون خاطرات دوران بچگی یا نوجوانی. آخه شما دارید چیزایی رو به هم وصل میکنید که میخواید توضیح بدید مسئله رو و یا بشکا، اصلا هیچ کدوم از اینا معنایی نداره عزیز. بله منم از اول که دیدم شما کوششتون نفسه چه فرقی میکنه. بله ببینید، شما با یه واقعیت علمی اگر روبرو بشید مسئله روشنه. من بله. و شما میتونیم نه اون آخه توضیح فرقی نمی کنه. نه ببینید، شما دنبال توضیح نبودید، نمیگم ای با ایرادی داره، شما میخواید بگید این ببینید مثل اینکه من برگردم بگم یک کسی داد زد یه نفر مرد، ما همیشه میتونیم همه چیز رو به همه چیز به عنوان علت و معلول نگاه کنیم. به همجاز که تمام پایان نامه دکترایی که در رشته های علوم اجتماعی انسانیه، ما باید ثابت کنیم که یه چیزی نیست، نه اینکه ثابت کنیم یه چیزی هست. چون ثابت کردم به اینکه چیزی هست، همه چی به همه چی مرتبطه. الان شما روی خطش وردید، به خاطر این کارتون دخترتون دیگه این حال پیدا نمیکنه، میشه گفت اینجوری شد، ولی اصلا معنی نداره. بنابراین اون توضیحات شما به اینجا مرتبطه. اولا چند تا نکته است. یک، ما یه زمانی یه تصویری میسازیم از اینکه یه چیزی وارد بدنمون بشه، مثلا این چیز تیزی مثل سوزن، و این رو تبدیل میکنیم به یک حال خارج از اداره و کنترلی که معلوم نیست توش چه اتفاقی میفته. دوم، شما فرض بفرمایید، میفرمایید حالت اسهالی یه کسی داشت باشه، فکر میکنه اینقدر ازش مایه خارج میشه که خالی میشه میمیره، یا بالا آوردن. بالا آوردن یه اشکال دیگه داره که حمله میکنه به قسمت تنفس ما، و برخی از ما همینقدر که برای چند ثانیه نفس کشیدن اون دوچار اشکال بشه و خون به قسمتی از مغز نرسه، احساس وحشت و مرگ میکنه. به همینجاست که بسیاری از آدم ها هستن که تو آسانسور نمیتونن برن، بسیاری از آدم ها هستن که تو مال های امریکا نمیتونن برن، اگه برنم تو مغازهای دمه در، برای که هیچ وقت نمیتونن وارد جایی بشن که راه های فرار نیمه باز باشه، راه فرار باید میشه باز باشه. اینا امکان نداره صندلی عقب اتومبیل بشینن که 2 دره، نمیتونن، هیچ طورم نمیشه، هیچ اتفاقی هم نمیفته.
ولی همینقدر که فکر میکنن اگر بخوان برن بیرون یه مانعی سر راهشونه، سیستم مغز یه قسمتش تحریک میشه و این گونه است. حالا اینکه یه زمینه فامیلی و ارثی باشه احتمالش از این تحریکات، اونو اصلا رد نمیخوام بکنم، ولی غالب اوقات شنیده شده است و به خاطر شنیده شده تخیل و تصور شده. فرض کنید شما اگر یک بار هم اشاره کردید به یه زمانی که این گونه بودید، همون کافی است که دختر شما این اتفاق براش بیفته، در حالی که اگر از شما نمیشنید اتفاق نیفته. به دلیل این تصور و تجسم است، جلوش هم نمیشه. ریشش کجاست؟ ریشه اصلیش استراب و وسواسه، استراب و وسواسه. و بعدن آمدن این که یک سوزن میره تو بدن من و من میمیرم، یا میره تو بدن من و خونریزی ادامه پیدا میکنه، یا من بالا میارم و دیگه خفه میشم، مخصوصا که اون پیام به ناتوانایی من برای تنفس خودشو نشون میده. مسئله پیچیده است. به همین جهت است که اولا تو این گونه موارد تو خونه، باز برای شما نمیگم، اصلا راجع به این موضوع حرف نزنید، ابدا داستانا رو تعریف نکنید یا اتفاقات رو بشترید، چون اون کمک میکنه که اصلا اتفاق نیفته. شماره دو، اگر یه ذره داره تکرار میشه، بازگو کردن مسئله کمک میکنه. به همین جهت که فرض کنید شما کسانی که خون میگیرن به شما میگن از 100 نفر که ما خونشون رو میگیریم حتما 50 تاشون نگاه نمیکنن، برای که همینقدر که حواسشون رو پرت کنن اون احساس بد دست نمیده و خیلی عادیه. بنابراین یه موضوعی است که انسان فکر میکنه یه حادثه میتونه اون رو به کشتن بده. بذارید یه مثال دیگه براتون بزنم. شما لب پشت بون بایستید، من که قرار نیست بیفتم. چرا مردم میفتن؟ برای که من وقتی لب پشت بون ایستادم فکر میکنم ممکنه بیفتم. نه، اگر بیفتم، اگر برفتم از اینجا بیفتم پایین، بدن اصلا چی میشم؟ خورد میشم، میمیرم، اصلا از چه سمتی بدنم بخوره زمین و و همین سبب سرگیجه میشه و میفتم. برام این طرف میگه لب پشت بونم، یه دفعه نفهمیدم چی شروع افتادم. علتش هم این است که مغز وقتی ضمیر ناگاه شروع میکنه به کار بکنن، ضمیر ناگاه منفی سرش نمیشه. وقتی شما 5 دفعه 10 دفعه به ذهنتون افتاد که میفتم، مغز این فرمانو میگیره که بیافت، یعنی دستور میده برو پایین. و ما فکر کنیم که مثلا حواسمون نبود یا سرمون گیج، ابدا چنین نیست. علتش هم این است که من اگر به شما میگم الان به کبوتر سفید فکر نکنید، لطفا نکنید، مرجی اصرار کنم کبوترها میان، چون ما کنترلی رو زمین ناگاه نداریم. مسئله پیچیده تر از اینه. به همین جد است که اولا ارزوه این است که صحبت راجبش نکنید، دوم اگر این مسئله است تو 2-3 جلسه از طریق سیستماتیک دیسنسیتیزیشن این نگرانی درباره فرض کنید سوزن رو میشه از بین برد. ماجرای بالا آوردن یه ذره پیچیده تره و اشکال کارم در مسئله گفتم اینها رو نمیشه به وجود آورد. بنابراین الان یه طریقه ای هم کردن از آدم ها اعتراف میگیرن، همین سرشون رو توی آب کردن دیگه، احساس میکنن که آب داره میره و نمیتونن نفس بکشن و یکی از بدترین حالات و احساسات و وحشت آنگونه فرد رو میگیره که دیگه براش مسئله خوب و بد و درست و غلط نیست و در اعترافات از اون استفاده میکنه. از اون طرف هم ظاهرا جز در شرایط استرس آسیب نمیبینه، بنابراین رد پایی هم باقی نمیذاره. مسئله پیچیده تر از این هست. این که توصیه من اینه که اگر دخترتون چون تو این سن و ساله حالا این اتفاق افتاده، اگر با یک روانشناس 2-3 جلسه صحبت کنه، از طریق اون حساسیت زدایی یک بار برای همیشه میتونه اون رو از خودش دور کنه و راحت و آسوده باشه. امیدوارم اتفاق بیفته. اگر مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم. میخوام ببینم آقای دکتر شما کسی رو میشناسین من به خصوصی برم یا هر روان؟ تمام روانشناسا میتونم بگم از 10 تا 9 تاشون با سیستماتیک دیسنسیتیزیشن آشنا هستن. برای میشه ازشون پرسید که من یه فوبیا دارم و دقیقاً بگید برای اینه، به شما میگم بیاد. ولی من به شما بگم خیلی از دوستان تو روان درمانگر هم این گونه هستن. من چند تاشون که مشکل پرواز داشتن باشون کمک کردم که این مشکل رو حل کنن، برای که اینا مسائلی نیست که به علم من و شما، به توانایی های من و شما، حتی آشنایی من و شما به مسائل روانی باشه. موضوع درست مثل این است که شما هم از اینکه پزشک باشید یا نباشید مشکل قلبی پیدا میکنید، اون قصه دیگری است، ولی اونو از اون طریق برید راحت ترید خاطرتون آسوده میکنه. ولی در اینا هم باید بدونید ما قراره با ترس روبرو بشیم، فیر،
چون اون طبیعی و لازمه. اگر ترس رو پس بزنیم میشه استراب و انگزایتی، اگر استراب رو پس بزنیم به چیزهای مختلف تبدیل میشه، یکی از انواعش فوبیاست. اینا از اونجا میاد. بنابراین یه گفتگوی دو سه جلسه ای با یک مثلا روانشناس، یه خانم روانشناس، دخترتون یه مقداری میتونه استراب و استرسش رو در کل سیستمش کم کنه و این موارد رو هم به صورت مشخص از بین ببره. من اون زمانی که کار میکردم اگر قرار بود دختر شما رو میدیدم 5 جلسه احتیاج داشتم. تو این 5 جلسه هم کار سیستماتی دیسنسیتیزیشن که نیم ساعت 40 دقیقه طول میکشه انجام میدم، هم باهاش صحبت میکردم. اشکال کار همینه. به همجاست که وقتی یه کسی میگه من میترسم، با ترسش رو تایید کرد. میفهمم میترسی. خیلی خوب، خیلی ها میترسن. قبول. درست. چیکار کنیم؟ تا اینکه بگیم ترس نداره یعنی چی؟ اون کار رو خراب میکنه، چون پس زدن ترس میشه انگزایتی. که حالا مضره. پس زدن انگزایتی که غالبا مردم انجام میدن تبدیل میشه به انواع مختلف وسواس یا فوبیاها که فوبیا نمونه اونه. بنابراین از اون طریق اگر اقدام کنید مشکل رو تماما حل میکنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. حتما. آقای دکتر فقط یه سوال کوچیک دارم. آیا اگر ما این کار روانشناسی که شما میفرمایید بکنیم، انجام بدیم و این بره، آیا اصلا هیچ توصیه میکنیم برای این شخص برای رشته گروه پزشکی بخواد فکری بکنه راجبش؟ اصلا هیچ ارتباطی با هم نداره. چون بسیاری از پزشکان در مراحل اول از اینکه خون ببینند و با خون در ارتباط بشن ناراحت هم، بعدن بسیار افراد بیرحمی هم میشن که از خون ریزی هم احساس بدی نمی کنن. نه، نگران اونا نباشید. خیلی ممنون از محاقرتون. خیلی